در درجه اول من فکر می‌کنم که ما باید استقبال بکنیم از این نوع همکاری‌ها، چه حالا تو حوزه رومینگ باشه، چه حالا تو حوزه‌ای که شرکت هایوب داره انجام میده. تو قسمتی مربوط به هایوب و در واقع ودافون میشه، تا جایی که من اطلاع دارم عمده در واقع ارتباطی که برقرار می‌کنن و همکاری که می‌کنن در زمینه زیرساخت هستش. مثلا فرض بفرمایید تا جایی که من شنیدم مثلا قرار هستش با کمک ودافون پابلیک وای فای بتونن تو ایران فراهم بکنن و امکاناتی از این دست. خب ما واقعا تو ایران برای سرمایه گذاری تو حوزه زیرساخت نیاز داریم که هم از تجربه ها و هم تکنولوژی که در خارج از ایران هستش استفاده بکنیم. این قسمتش خیلی بر نمیگرده به اون داستان سیاست گذاری و حالا شورای عالی فضای مجازی. بخاطر این شورای عالی فضای مجازی تمرکزش بر روی در واقع سیاست گذاری های کلانی هستش که در حوزه اینترنت قرار هست استفاده بشه. تو بخش زیر ساخت در واقع این شورا کار خیلی چندانی رو انجام نمیده، مگه اینکه مثلا فرض بفرمایید طرحهای خیلی کلان هست، مثل فرض بفرمایید که شبکه ملی اطلاعات، که اونم جزو شاید استثناءاتش بتونیم بگیم که به وجود حساب میشه. ولی خارج از اون این نوع همکاری ها تا جایی که حداقل من اطلاع دارم خیلی برنمیگرده به اون شورا. بیشتر هم توی این شرکت‌ها عمدتاً خصوصی هستن. هایوب تا جایی که من اطلاع دارم شرکت دولتی بوده که الان چند سالی هستش که خصوصی شده، در واقع بخش خصوصی هستش که داره وارد میشه و اقدام میکنه برای اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها رو داخل ایران انجام بده.